خانم مریم از مزار شریف. من مدت 2 سال می شود خونریزی دارم. هر چند تداوی می کنم خوب نمی شود. لطفاً حکم نماز و روزه مرا بیان نمایید. اگر شما دارای عادت عددیه هستید یا دارای عادت وقتیه هستید، امو روزهای عادتتان را یا امو اوقات عادتتان حیث قرار بدید. فرض کنید شما همیشه در اول ماه 6 روزه قبل از اینه که یه مشکل برای شما پیش آمده بود عادت می دیدید. خب حالا هم عادت شما 6 روز هست، فعلا هم 6 روز شما باید حیض قرار بدید. مابقی اگر به یک منوال هست، یعنی کدام تغییراتی در خون پیش نمی آید حیث اوصاف و اینا، دیگه در حکم استحاضه شما عمل بکنید. اگر کثیره هست به حکم استحاضه کثیره، اگر قلیله هست قلیله، اگر متوسطه هست متوسطه. اما اگر نه، این اوصاف خونها فرق میکنه. در روز مثلا به یک وصف میآید، 5 روز دیگه به یک وصف دیگه، این از لحاظ رنگ و از لحاظ سایر صفات با هم تغییر داره. او زمان او روزهای عادت خود که حیض قرار میتید، بعد از گذشتن 10 روز از عادت حیض شما، او خونهایی که علایم و اوصاف خون حیض را داره، اونها را هم به عنوان خون حیض شما عمل بکنید، یعنی حکم خون حیض را بر او مترتب بسازید. خانم سکینه از هرات. من انگشتری را پیدا کردم، سپس به کسی دیگری دادم. او اکنون مدت چند سال است از آن استفاده می کند. لطفاً حکم آن را بیان کنید. سوال دوم. مدت عادت ماهانه من 10 روز است، ولی گاهی تا 15 روز هم قطرات خون دیده می شود. لطفاً حکم آن را برایم بیان نمایید. جواب سوال اول شما اینه که اگر شما به وظیفه شرعی خود عمل کردید، یعنی اون مال را که پیدا کردین 1 سال او را تعریف کردید، صاحبش پیدا نشده، و بعد از 1 سال وقتی دیدین صاحبش پیدا نشده، اون نفر که فعلا به او دادین آدم فقیر بوده و از طرف صاحبش به او صدقه دادید، در این صورت اشکال نداره. شما به وظیفه خود عمل کردید، او هم به عنوان فقیر و صدقه را اخذ کرده، تصرف کردن او در اون مال جایزه و شما هم به وظیفه خود عمل کردید. اما اگر شما اصلا به وظیفه خود عمل نکردین، مثلا بعد از اینکه مال را پیدا کردین، ابتدا به ساکین بدون ذکر تعریف بکنید به او دادید، مستقیما به او دادید، در این صورت تصرف شما مشکل هست و اگر اون مال تلف شد و حتی ضامن هم می شوید. جواب سوال دوم شما اینه که همان 10 روزی که عادت ماهوار شما هست، اون 10 روز را حیض قرار بدین و احکام عادت ماهوار را بر اون مترتب بکنید، و بعد از اون 10 روز او لکبینی هایی که بعدن دارید به احکام زن مستحاضه عمل بکنید. ببینین که یا استحاضه قلیله هست یا استحاضه کثیره هست یا استحاضه متوسطه هست، هر کدامش که بود به همون احکام خاص مستحاضه عمل بکنید. خانم زهرا از مزار شریف. من مریض ماهوار بودم، ولی برای ختم قرآن در مسجد رفتم و مدت 10 دقیقه نشستم. بعد یادم آمد که نشستن در مسجد برایم گناه است. فوراً بیرون شدم. حالا نمیدانم حکمش چیست. برای خانمی که در عادت ماهوار هست، رفتن در مسجد و نشستن در مسجد و استاد شدن توقفی در مسجد حرام هست. اما اگر خانومی فراموش کنه، مثل این خواهری که در سوال پرسیده که من یادم نبود وقتی داخل مسجد رفتم نشستم بعد یادم آمد، دیگه همون لحظه ای که یادشان می آید باید دیگه مسجد را ترک کنه، از مسجد بیرون شد. بانو احمدی از مزار شریف. قلین دختر حرام است یا خیر؟ اگر حرام نیست، قلین خمس دارد یا خیر؟ سوال دوم.
پدرم فوت کرده و برادرانم میگویند که از پدر میراث نمانده است. دارایی هایی که داریم با زحمت خود پیدا کردیم. لذا خواهران ما در این دارایی های ما حق ندارد. لطفاً حکم آن را بیان نمایید. جواب سوال اول شما اینه که حالا اسمش را قلین بگذاریم یا اسمش را گله بگذاریم یا اسمش را شیربها بگذاریم، حالا هر نام سرش بمانیم، این خودش چهار صورت پیدا میکنه که در بعض صورت ها جایزه و در بعض صورت ها حرام. یک مرتبه به گونه هست که وقتی که پسر خواستگار و دختر میره و دختر هم راضی هست و حاضر هست به ازدواج کردن، این هیچ مانعی از طرف دختر به وجود نمی آید. حالا برادرش یا مادرش یا بعض از خویشاوندان اقاربش مانع ازدواج میشه. مانع ازدواج میشه برای از اینکه مقدار پولی را از این خواستگار بگیره، از داماد پول میخواهه بگیره. اگر این گونه هست، گرفتن این پول حرامه و نباید این پول گرفته شود. تحت هر عنوانی که باشه، عنوانش گله باشه، قلین باشه، شیربها باشه، هر چی باشه، گرفتن چون این پول حرامه. وقتی او شخصی پول را میگیره ضامن میشه و اگر این پول تلف شد باید بدلش را پرداخت بکنه. اگر خود پول موجوده، او طلبکار به اصطلاح و خواستگار میتوانه که اصل پول را از پیش از آدم بگیر. یک صورت. صورت دیگر اینه که خواستگار اون پول را بدل جعاله پرداخت میکنه، به عنوان جعاله پرداخت میکنه، به عنوان بدل کار پرداخت میکنه. مثل از اینکه دختر راضی نمیشه، حالا این خواستگار میگه به مادرش یا به برادرش که من مقدار مبلغ را به شما میدم که این دختر را راضی بسازین. اگر این قسمی باشه، دادن این پول جایزه و گرفتن این پول هم جایز میشه. صورت سوم اینه که خواستگار یعنی داماد مثلا یک مقدار پولی را با رضایت باطنی خود، با رضایت کامل بخشش میکنه، هدیه میکنه و برای از او طرف مقابل مثلا پدر زن خودش یا برای مادر زن خودش میده. اگر این قسمی باشه هم اشکال نداره و جایز. فرض چهارم اینه که در ضمن عقد نکاح شرط میشه از طرف اون خانم که من با تو ازدواج میکنم به شرطی که اینی مبلغ را مثلا 50,000 افغانی 20,000 افغانی را برای پدرم بخشش بکنی، تحفه بدی، هدیه بدی. اگر در ضمن عقد نکاح چون این شرطی صورت بگیره، باز هم در این صورت جایز میشه. پس قدر متعقن هم اون صورت اول خدمت شما عرض کردم او جایز نمیشه، که معمولا هم اونچه که بین مردم رواج داره اون صورت اول هست. جواب سوال دوم شما اینه که اگر شما اثبات کردید که از پدر شما میراث باقی مانده و ترکه باقی مانده، حالا زمین باشه، پول نقد باشه یا هر چیز دیگری باشه، اگر اثبات کردین که ترکه باقی مانده، شما استحقاق دارین و برادران شما حق محروم کردن از میراث را نداره که شما را از میراث محروم بکنه و ما ترک پدر را خودشان بخوره. نه خیر، حق محروم کردن را نداره. مطابق تقسیمی که در ارث در شرع مقدس وجود داره که از برای دختر نصف سهم پسر داده میشه، اون مقدار شما سهم دارین و اونها حق محروم کردن را ندارن. خانم زهرا از کابل: مدت زمان عادت ماهانه من 6 روز است. وقت غسل می کنم 3 روز بعد دوباره قطره های خون می بینم. لطفاً حکم آن را برایم بیان نمایید. لکه هایی را که خانم بعد از عادت ماهوار خود می بینه، اگر از 10 روز تجاوز نکنه، در این صورت او لکه ها هم حکم حیض را داره. پس اینه که شما میگید مدت عادت ماهوار ما 6 روز هست و بعد از 6 روز باز هم لکه های از خون می آید، تا 10 روز این لکه ها وقتی می آید حکم حیض را داره. بعد از اینه که 10 روز تکمیل شد، در واقع شما از حیض پاک میشید، باید غسل بکنید. پیش از او هنوز عادت شما تمام نشده.